بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید، در این خدمت شما عزیزان بیننده خوش آمدین به برنامه آیین زندگی. در این جلسه راجع به حقد و کینه توزی صحبت خواهیم کرد با مهمان محترم برنامه ما، جناب استاد بصیر احمد مفسر، استاد دانشگاه. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدین. سلامت باشین، بخیر باشین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و علیکم همه السلام. بینندگان خوب تلویزیون رسالتمند اصلاح. خوشحالم که امروز در خدمت شما هست. تشکر، سپاسگزارم جناب استاد، خیلی خوش آمدین به برنامه. از تو استاد، اگر در ابتدا چیستی و مفهوم حقد و کینه توزیر بشه بیان بکنیم. حقد یا کینه توزی، خود کلمه حقد به معنای منع کردن یا حبس کردن می آید. و تعریف اصطلاحی از این، ما دشمنی و یا برداشتی که از شخصیت دیگرا داریم یا خواسته ای که برای دیگرا داریم وقتی در دل و درون خود نگه می داریم و حبس می کنیم و نمی خواهیم یک چیزی برای دیگرا برسه، همیره به صورت لغوی و اصطلاحی حقد گفته میشه. و در حقیقت میتونیم بگیم که کینه توزی یکی از آفتهایی که شخصیت انسان به نوعی از بین میبره و به مرور زمان انسان از جامعه، از فعالیت و از کنشگری منع میکنه. و این میتونه به صورت کلی یعنی یک تعریفی از حقد ارائه بکنه. بسیار خوب، با این تعریفی که شما کردیم، اگر به اسباب او بیشتر بپردازیم، چه چیزهایی باعث میشه که افراد در دل خود کینه دیگران را بکشند و همچنان نسبت به دیگران حسود باشند، کینه توز باشند، حقدشان در دل داشته باشند؟ حقد و کینه توزی میتونه نسبت به افراد مختلف عوامل و اسباب متفاوت داشته باشه. دقیقا. از اون جمله که فقر و محرومیته، کسی که در حالت فقر و محرومیت قرار بگیره، بله، یا عمدن از جانب دیگران یا به صورت اتومات عوامل و به اصطلاح اسبابی که به خودش برمیگرده او را در فقر و در تنگنای محرومیت قرار بده، این آدم میتونه که علائم و نشانه های حقد و کینه توزی در شخصیت ای به وجود بیایه. و شما میدانین که خود فقر و محرومیت بنابرای برداشت عامی که از دین دارن، برخی میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن، هرچندی حدیث هم نیست و بیشتر علما گفتن که موضوعی الفقر و فخری، یعنی منای افتخار میکنن به فقر و این فقر رو واسه تفسیر اشتباه و غلطی میکنن. خود همی فقر و محرومیت میتونه یکی از اسباب و عوامل حقد و کینه توزی باشه. عامل دیگه هرچند لزومن فقر عامل کینه توزی نیست، یعنی اگر عده‌ای از فقرا ببینین، خیلی البته میبینیم زیاد کسایی هستند که یا به عوامل طبیعی یا به هر حال فقیر هستند، ولی این حقد در کینه در دلشان هم شاید نباشه، یعنی عامل الزامی و لزومی شاید نباشه. درست؟ دقیقا. اگر ما به این اندازه، به این میزان از رضایتمندی به نعمت ها و داده هایی که الله متعال برای ما بخشیده قناعت بکنیم و همین مناعت نفس را داشته باشیم، این فقر و محرومیت ما نباید سبب کینه توزی بشه. دقیقا. که در قسمت راه حل ها و معالجه اینو انشالله به او به صورت مفصل اشارات می داشته باشیم. نکته دوم، بیعدالتی اجتماعی میتونه سبب به وجود آوردن یا خلق کینه در دل افراد بکنه. به چی معنا؟ به این معنا که در یک جامعه وقتی یک گروه از مردم یا یک قوم خاص یا یک تیپ شخصیتی خاص، یک طیفی از افراد در محرومیت قرار بگیرن و مورد ظلم و تعدی قرار بگیرن، بله، و حقوق حقیشان به اونا پرداخت نشه، اینا میتونن که عقده ای بار بیاین و کینه و حقد دیگرا در دل اینها به نوعی به ثمر بنشینه و رشد بکنه. و این میتونه یکی از عوامل دیگری باشه، در حالی که اسلام دینی است که یکی از اصول اساسی دین بحث عدالت محوریه. اگر حق به هر کس برش پرداخت بشه و داده بشه، من مطمئنم که
دیگه چیزی یا جای برای حقد و کینه توزی و کینه ورزی باقی نمیمانه. عامل دیگر که میتونیم به نوعی از اسباب کینه توزی برشماریم فشار و سرکوبیه. هر چه شما کسی را مورد فشار و سرکوب قرار بدین بیشتر عقده ای میشه و همو حقد و کینه در دل او رشد میکنه. یا به حقوق که داره اگر ما بیتوجهی بکنیم، مثلا طفل کوچک ما اگر حقوقی را که بر ما داره ما به او درست سر وقت نپردازیم، رسیدگی نکنیم و مسئولیت خود در قبر او ادا نکنیم، نسبت به ما نوع کینه در دل میگیره، در حالی که نمیدانه. یعنی هدف اینه که طبیعت و فطرت بشر بر همه سرشته شده که اگر کسی احساس کرد که حقش برش داده نمیشه و ضایع میشه، همو آثار حقد و کینه در وجود او به نوعی رشد میکنه و گل میکنه و میتونه پیامدها و آثار بدی داشته باشه. نکته دیگه تکبر و خودخواهیه. بله، انسانهای متکبر البته عامل دوبودیه، یعنی به این معنا که از یک طرف خود انسان کینه توز اگر آدم متکبر باشه میتونه کینه دیگران را در دل نگه داره و هیچگاه سمح و بخشش و عفو اینا را مد نظر نگیره. بله، در حالی بله. که در آیات قرآن کریم داریم والعافین عن الناس، بله، کسایی که مردم را میبخشن و اوج زندگی و پویایی یک انسان به بخشندگی اونه که عفو داشته باشه، گذشت بکنه از خطا و اشتباهات دیگر را درگذره. یکی این تکبر که به عنوان یک پدیده لازمی در وجود یک انسان میتونه کینه و حقد در به وجود بیاره، و یکی هم تکبر دیگرا، خود بزرگ بینی دیگرا، کبر و غرور ورزی دیگرا میتونه عامل کینه در شخصیت یک فرد بشه و حقد به نوع اسباب آثار فراهم بکنه. نکته دیگه فرصت طلبی و عدم یا سوء استفاده از افراد. یک نفری که از او سوء استفاده شده باشه و مورد فرصت طلبی قرار گرفته باشه، میتونه که به عنوان یک انسان عقده‌ای و کینه‌توز به بار بیایه و هر جا باز اگر مجال شد بتونه انتقام بگیره و همو حقد و کینه خود را فروکش بکنه. نکته دیگه کوتاهی در حقوق همسایگان و همسفران میتونه سبب ایجاد کینه بشه. شما یک کسی دارین همسایه شمانه و اسلام عزیز هم به عنوان دینی که ما به او معتقدیم و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که چند روز پیش میلاد مبارکشان بود به عنوان الگوی زندگی میبینه چقدر به همسایگان خود میرسند. خب وقتی یک فرد به حقوق همسایه درست توجه نمیکنه، یا مثلا به حقوق همسفر، ما با کسی به سفر میریم اولین باره و در این سفر باید بعضی تنازلات داشته باشیم دیگه، بعضی حقوق را ادا بکنیم، بعضی مسئولیت هایی که به دوش ما سیر ایفا بکنیم. اگر کسی کار انجام نمیده ممکنه که او کسی که با این همسفر شده دیگه به هیچ سفری رأی نده که با این یک جا باشه، یا او همسایه‌ای که از شما نوع رنجشی به دل گرفته، همی تعامل اشتباه فرد با او میتونه سبب فضای کدورت و کینه‌ورزی و اینا بشه و حالتی رو ایجاد بکنه که نفر شاید اصلا خوش نباشه که روی همسایه خورم ببینه. این میتونه که دیگه از اسبابی باشه. یکی دیگه از اسبابی که حقد و کینه رو رشد میده و سبب پختگی این مرض در شخصیت یک انسان میشه، بله، محیط تربیتی یا جو خانوادگی که یک فرد در او رشد میکنه. بله، بدیهیه دیگه، اگر پدر و مادر انسانای حقود و کینه توزی بودن، بله، فرزندان او هم پای جای پای پدر و مادر میگذارن، یاد میگیرن. بله، یاد میگیرن دقیقاً. و اگر ارزش های مثل گذشت و عفو و صبر و تحمل و مدارا و بردباری در خانواده تمرین بشه، بله، چیز واضحه که فرزندان هم به همو سمت و با همی ارزش ها بزرگ میشن و کم کم این رذیله زشت اخلاقی از شخصیت اونها به دور میشه. والدین در زمینه الگوی اتمام معیار هم دارن. بله، دقیقاً. والدین در هر زمینه خصوصا در قضای اخلاقی و تربیتی بیشترین تأثیر روی شخصیت اطفال خود دارن. نکته دیگه که میتونه سبب حقد و کینه بشه در شخصیت یک انسان، زود باوری به سخن سخنچینانه. مثلا یک نفر آمده چیزی رو بره فرد گفته و یادم بدون از این که بره تحقیق بکنه مستاق او قول
قرآن کریم بره بررسی بکنه که واقعیت داره یا نه، آیا حقیقتا چنین اتفاقی افتاده یا فلانی چنین سخنی در شأن ما گفته یا نه، یادم زود باور میکنه و آتش حقد و کینه در درون ای شعله ور میشه و هی در صدد یک فرصتی دیگه یک جایی را به اصطلاح پیدا بکنه که همو حقد و کینه خود را ابراز و افراز بکنه. این میتونه یکی دیگه از عوامل کینه توزی باشه. بنوی خوش باوره. بنوی خوش باور یا زود باوره، بله، یا باور سطحی داره، یعنی عمیق نمیاندیشه. نکته دیگه قطع ارتباطه. روابط نقش بسیار مهمه برای ایجاد محبت و مهربانی و همدلی داره. دقیقا. یک کسی را که شما منزوی بکنین با او ارتباط نگیرین میتونه کم کم کینه را در دل او رشد بده. بله. برعکس اگر ما برای کسایی که برای ما حق دارن که هر از گاهی خبر اونا را بگیریم، از اونا احوالی بگیریم، به اونا سر بزنیم و حال و احوال اونها را بپرسیم، این میتونه کینه و حقد و کدورت از دل بیرون بکنه و محبت و مهر و مدارا را جایگزین بگردانه. چگونه همین قضیه میشه که بیشتر شرح بدم، چگونه قطع ارتباط ما باعث کینه ورزی دیگر ممکنه باشه؟ وقتی ما برای کسی که بر ما حق داره، مثلا حالا من کوشش میکنم بیشتر مثالای اجتماعی و واقعی از محیط و زندگی که ما یا فضایی که ما در او زندگی میکنیم مثال بزنم. مثلا برادر بزرگتر ما یا پدر ما یا مادر ما حق دارند که ما هر از گاهی بدون دلیل از اونا خبر بگیریم. برعکس اگر ما بزرگان ما، استاد ما، دوست صمیمی ما، پدر ما یا مادر ما این انتظار را دارند و ما این را برآورده نمی کنیم و فقط وقتی که ضرورت داریم به اونها تماس می گیریم، ارتباط می گیریم یا برای رفع امو نیازی که داریم به اونها به اصطلاح ارتباط می گیریم، این خودش یک نوع احساس در اونها به وجود میاره که فلانی برای ما ارزش نمیده یا فلانی نوع مغرور و متکبر شده. دقیقا. و این از این بود بود که من اشاره کردم و باورم میتونه این نقش بسیار کلیدی و عمده برای زدودن همی نگاه منفی که دیگران نسبت به ما دارن بشه و حقد و کینه رو از بین ببره. نکته دیگه مجادله و مناقشه. افرادی که خیلی زیاد درگیل مراء و جدال و قضایاند کینه دیگران رو به دل میگیرن. یا ای که نوع مجادله و مناقشه ما سبب کینه ور ساختن دگرام میشه، کینه تو ساختن دگرام میشه. نحوه مجادله ما، نحوه ما، یعنی فرهنگ تعامل ما، نوع گفتگویی که ما با او داریم میتونه که کینه را ایجاد بکنه. کدام مثلا گفتگوی؟ مثلا شما فکر کنین در گفتمانهای علمی، در گفتگوهای علمی، گاهی اوقات در بحثهای خودمانی که با دیگه افراد داره، نفر دلایل خود میگه و دلایل او منطقی هم هست. دقیقا. شما هی به مجادله و مناقشه میپردازین، آخر به یک حالتی رو میرسانین که میگه من بیزار از بحث کردن و دلیل گفتن به فلانی بودم که با ما بحث کرده. در حالی که برعکس اگر ما همیت فضایی را مثلا یا نقد دگرا سر ما میکنن، هیچ انسانی بی عیب و نقص نیه و نقد روی شخصیت هر کس میتونه وارد بشه. اگر کسی یک اعتراض و هزاران خوبی ما را گفت و اگه یک اعتراض کرد، یک نقد از ما به نوی بازگو کرد، ما بیاییم با او درگیر مجادله و مناقشه بکنیم، این خودش میتونه که فضای کینه توزی را ایجاد بکنه. و آخرین نکته، افراد درگیر این قضیه میشن یا کینه در شخصیت اونا رشد میکنه که مطالعه و آگاهی درستی از پیامدهای کینه ندارند. انسان کینه توزر هیچ کس دوست نداره. اگر کسی مطالعه بکنه یا مثلا انسان کینه توزر کس احترام نمیگذاره، حرمت نمیکنه. میگن انسان کینه توز دوستی نداره. کینه توز دوستی نداره. اینا یک سری عوامل و به اصطلاح نکاتی بود که من گمان میکنم به عنوان اسباب و عوامل یا عللی که میتونه کینه را در شخصیت یک فرد به وجود بیاره. دقیقا. نقش سوء تفاهم ها در این قبال این عوامل که شما برشمردین به نظر میرسه بارز باشه، خیلی آشکار باشه، چون مثلا وقتی که قطع ارتباط صورت بگیره یا مثلا حق از حقوق ضایع بشه
فکر میکنم که اکثرا زمینه سوء تفاهم ها بیشتر فراهم میشه و این سوء تفاهم ها میتونه که زمینه برای فضای کمیتوزی فضای متشنجی ده متشنج ایجاد بکنه. موافقم بیان. 100%. ما به همو مورد هم اشاره کردم که ما وقت بررسی نمی کنیم، تحقیق نمی کنیم اسباب و عوامل، یا مثلا کسی خبر به ما آورد بله درست دقیق نمیشیم که این درسته یا نیه، یا فلانی چنین حرف پشت سر ما زده بله یا نه، این میتونه فضا ایجاد بکنه. و به باورم سوء تفاهم ها که جناب استاد شما اشاره کردین هم میتونه عامل باشه و هم پیامد باشه برای کینه توزی. دقیقا. یعنی سوء تفاهم میتونه عامل کینه توزی باشه، ایجاد فضای کینه توزی باشه، و هم میتونه یک از پیامدهای منفی کینه سوء تفاهمه. شما وقتی یک نفر ارزش نمیدین، خب برداشت از او چیه؟ وقتی دقیقا. انسان مقروره و متکبره و همی خود رأیه، استبداد رأی داره، نظر خود را همیشه میگه، و دیگرا نسبت به او چی احساسی دارن؟ در حالی که ممکنه که بحث ارزش ندادن نباشه، مثلا سرم شلوغ هست، کار دارم، فرصت کمتر، تمرکز حواسم طرف دیگر باشه، بعد شاید او توجه لازمه به اون نفر که طرف من شاید نداشته باشم، چون کار دارم مثلا، چون فرصت ما کمتر است، تمرکز من روی یک برنامه دیگر می باشه، و او از نحوه رفتار من، نحوه عمل کردم برداشت سوء بکنه، سوء تفاهم داشته باشه که فلانی به من او ارزش لازمه رو نداد، دیگه وقتا چقدر به من تعامل خوبی داشت، برای توجه میکرد، این بار نه، این بار حالت دیگرگون شده بود. خب این در حالی که هیچ حرف اصلی نبوده، حرف بحث خاصی نبوده، بس اینجا بوده که جانب مقابل یعنی مثلا درگیر کدام مسئله دیگر بوده. دقیقا. ما در اندیشه های اسلامی یا ارزش های خود بحثی داریم که اگر دوستی رو میبینین برای شما توجه لازمه را که قبلا داشته نداره، شما باید برای از او عذر بتراشین، نه ای که مرتکب بدگمانی و نیتخانی بشین که فلانی والله تغییر کرده، فلانی ایت نیت داشته یا ایت گمان نسبت به او بکنه، بلکه ما باید او را به نوع معذور بشمارین به خاطر یک سری مشغولیت هایی که او داره، شاید قبلا فرصت بیشتر داشت تا ای که برای ما رسیدگی بکنه، اما امروز بله، اینا همه عواملیه که میتونه دست به دست هم بده و یک فضای متشنج ایجاد بکنه که افراد نسبت به هم به نوع دل مکدر بشن و قضیه کینه را در دل بگیرن. تشکر. بحث عوامل کینه و کینه توزی خوب به درستی توضیح دادیم. پس از وقفه در خدمت میده های عزیز خود خواهیم بود. عرض سلام مجدد داریم خدمت شما عزیزان بیننده، خوش آمدیم به ادامه برنامه آیین زندگی. موضوع برنامه ما حقد و کینه توزی هست و مهمان محترم برنامه ما جناب استاد بسیر احمد مبصر. جناب استاد، در خصوص عوامل حقد و کینه توزی توضیحات لازم را دادیم، آثار حقد و کینه توزی کدام ها هستند؟ ممکنه وقتی بر حال کینه توزی صورت بگیره، یا کسی نسبت به کسی دیگر، یا جماعت نسبت به جماعت دیگر کینه در دل داشته باشند، ممکنه یک سری پیامدهای برای یک قضیه مرتب بشه، اونا کدام ها هستند؟ تشکر جناب فاضلی صاحب. بله دقیقا، خود کینه توزی آثار و پیامدهای هم بله. روی فرد و روی جامعه یا روی جمع داره. من گمان میکنم اولین پیامد منفی کینه توزی یا مرضی به نام کینه، بحث اضطراب و تشویش درونی خود فرد. دقیقا. یعنی انسان کینه توز همیشه با خود درگیره، در یک کشاکش و جنجالی که خود هم شاید عوامل برش معلوم نباشه، جزی که توهماتی که همی احساسه و همی مرضه در او خلق کرده و این سبب پریشانی و اضطراب این شخص میشه. دقیقا. پس ما میتونیم بگیم که اولین ضرر کینه برای خوده فرد کینه توز میرسه. نکته دیگه که میتونه به اصطلاح از پیامدهای
منفی کینه توزی باشه، که البته کینه توزی پیامد مثبت نداره به عنوان یک خصیصه مذموم، بحث حسادت یا حسد ورزیدنه. بله. انسانی بله. که از دیگرا کینه به دل میگیره در حقیقت انسان حسودیه. بله. حسود یعنی حقود، خود حسوده. حسود کسی بله. که حقد و کینه دیگرا به دل میگیره، ای در حقیقت همو کاستی را در خود میبینه. بله. و آدم احساس نداری و محرومیت و فقر میکنه از داشته های دیگران. و همی به اصطلاح کینه در رشد میکنه و به اصطلاح سبب حسادت میشه. بعضی میگن که، از علما میگن که غیبت یا غیبت پشت سر دیگه سبب حقد و کینه، و حقد و کینه سبب حسادت، و حسادت سبب غرور و تکبر میشه. یعنی اگه سلسله مراتب ببینیم، یک تسلسل منطقی و عوامل وجود داره که اینا را به نوع یکی پی دیگری رشد میده و براشفته میکنه. نکته دیگه طعن و استهزاء. انسانی که به دیگرا به اصطلاح کینه دیگرا به دل میگیره، دیگه حتما دیگرا را مورد طعن و استهزاء هم قرار میده، دیگرا را تحقیر میکنه. نوعی یک خود بزرگ بینی کاذب کینه در افراد به وجود میاره. یعنی یک نفری که درگیر این مرض کینه شده یا مصاب به این مرض کینه شده، ای همیشه فکر میکنه که ای آدم از دیگرها بهتره، یا او حقی که حالا بنابر عواملی که حق ازی بوده یا نی، احساس میکنه او حق برای ازی نرسیده، و همی استهزا و تحقیر دیگرها میتونه که دیگه از پیامدهای زشت و ناپسند کینه توزی باشه. نکته دیگه نیش و کنایه هایی که شخص احیانا دقیقا ممکنه بر نصار دیگرها بکنه، دیگرها رو مورد طعن قرار دادن. نکته دیگه محرومیت از پاداش های دقیقا. ای فرد از ثواب خود میکاهه و به حساب دیگرها به نوعی واریز میکنه. دقیقا سببی میشه که خودش چنان که محروم هست برای همیشه محروم بمانه. در حالی که برعکس، اگر همی کینه را از دل خود بشویه، از بین ببره، بله. و سینه خود را به اصطلاح پاک و مصفا بسازه، باز پاداش میگیره. بله. اگر همی کینه در دل یادم بمونه، از پاداش معنوی و ارزش های اخلاقی و پاداش اخروی که الله متعال میده یادم محرومه. و نکته آخر هم قطع ارتباط و سبب ایجاد چالش ها در زندگی فرد میشه. یعنی همچنان اولین عاملی بود که فرد با خود درگیره. بله. نکته دیگه اینه، یا آخرین پیامد اینه، که یادم در روابط خود با دیگران هم دچار آشفتگی، استراب و پریشانی میشه. یعنی در حقیقت انسان کینتوز نه با خود راحته، بله، کنار آمده و نه هم با مردم. بله. و در آیه قرآن کریم میخوانیم که خداوند متعال میفرماید ان تمسسکم حسنتون تسؤهم و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها. اگر برای شما خوبی برسه، اونا خوب پریشان حال میشن. اگر برای شما بدی برسه دیگر خوشحال میشن. این به هر حال ضمن از اینکه برای یک فرد میتونه این قضیه ایجاد بشه، برای یک گروه و جماعت یا افراد هم چنین حالت ممکن دست بده. صحیح؟ دقیقا. ما بیشتر جزاکم الله خیر را اشاره کردیم روی جنبه فردی و بعد فردی مسئله بیشتر تمرکز کردیم. دقیقا در میان گروه ها و جریان ها و اجتماعات هم همین قضیه است. یک گروه و یک جریان اگر موفقیت به دست میاره، بله. مثلا اگر حالا تشبیه هم درست باشه، اگر یک مکتب یا یک مکتب فکری، یک جریان فکری به یک موفقیت دست پیدا میکنه، دیگرها تحمل دیدن این موفقیت هم ندارن. یا مثلا یک مرکز علمی به یک جایگاهی میرسه، یک مرکز علمی دیگه که در حقیقت یک نهاد، یک سازمان، یک جماعت، همو حالا هوای دیدن این موفقیت اونا نه. اینا همه میتونه مستاقهای بارزی باشه از همین قضیه. و حتی آیه را که شما اشاره کردین، الله متعال دقیقا در این قضیه بحث منافقین ایجاد میکنه. نفاق همینه که تو به خوبی دیگرا خوشحال نشی و برعکس غمگین بشی. بله. اگر برای خود تو خوبی میرسه، خوب خوشحالی، همی که از او خوبی از تو دریغ شد، باز به اصطلاح در هم آمیخته و خشماگین میشی. در حالی که ما داریم که اوج سعادت و خوشبختی یک انسان در اینه که بتونه خوشحالی را در دیگرا ایجاد بکنه و به خوشحالی دیگرا
خوشحال بشه. خوشحال باشه. پیامبر صلی بله الله علیه و سلم هم دقیقا به چین چیز اشاره چنین میدن، میکنه. در حالی که دشمنان پیامبر صلی الله علیه و سلم عمیق از یک کینه توزی بود، و ودو معنتم، آنچه حقیقا که شما را به رنج میندازه و مشکلات میندازه اونا همو نفر یا دوست در دارن. دعاهایشان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین غلا آمنوا. للذین آمنوا. یا بله مثلا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، لا تدابروا ولا تحاسدوا بله ولا تباغضوا. بله اینا همه دیگه حسد، تدابر، تباغض. میشه و ترجمه کونو کنیم. عباد الله اخوانا، بله برادر هم دیگه باشین. یک نکته ایره که امام غزالی رحمه الله میگه که اگر انسان میدانست که آن چی که لازم بوده خدا آن برای از او داده، بله دقیقا، و چیزهایی که از او دریغ شده حتما به نفع از او نبوده، دقیقا، اگر به همین حکمت الله متعال ایمان داشته باشه هیچگاه به قضیه کینه‌توزی آغشته نمیشه. اگر برعکس باشه که گفتیم که آیات قرآن کریم از این تعبیر به نفاق میکنه، که الله متعال همه ما شما حفظ بکنه. آمین. جناب استاد، بعضی که آثار و همچنان پیامدهای کینه‌توزی بیان کردیم، این کینه‌توزی چی بر حال ممکنه بعضا نفر ناگهانه در زندگی از او بیایه، نفهمه بر حال، و یا ممکنه بفهمه که داره کینه‌توزی میکنه، چی رو راه‌های در این زمینه پیشنهاد میشه؟ اولین نکته همی بحثی که اخیرا با شما باز کردیم، بحث رضا و قضایت یا رضایت به قضای پروردگاره. اگر ما به او چیزی که در تقدیر ما نوشته شده و حقی که الله متعال برای ما مقدر ساخته به او راضی باشیم، هیچگاه نه تنها به کینه توزی آغشته نمیشیم و مصاب نمیشیم، که حتی احساس کینه ورزی هم نمی کنیم. برعکس، اگر ما همه چیز رو برای خود بخواهیم و نوع ایت احساس بکنیم که ما خیلی چیزها نعوذ بالله لیاقت داشتیم و خدا برای ما نداده، دقیقا که باز به این مرض مصاب میشیم. اگر رضایت به نعمتها و داده های پروردگار باشه، که آنچه که الله برای ما داده به او شکرگزاری بکنیم، خدایم بر او بیفزایه، او کم هم نیست، کم نیستن. بله. و از او چیزهایی که الله متعال از ما گرفته، بله، و او رو به خیر خود بدانیم. طبیعتاً البته این باز به این معنی نیه که ما این تعبیر به تنبلی و تکاسل بکنیم، نه، برای رسیدن به خیلی از موفقیت ها ما باید تلاش بکنیم. اما آنچه که الله متعال بر تقدیر ما به سرنوشت ما رقم زده، باید به او کنار بیاییم. این میتونه به عنوان اولین به سر راه حل باشه. دوم، ما باید فضای فراهم نکنیم که افراد در او عقده‌ای بشن و به کینه ورزی و کینه توزی روی بیارن. باید فضای باز برای اظهار عقیده باشه، برای اظهار رأی باشه، برای ابراز نظر باشه، برای ابراز ایده و اندیشه باشه. ما هرچی افراد سانسور بکنیم یا فضای را سانسوری را ایجاد بکنیم که افراد به اصطلاح کنترل بشن، مدیریت بشن، خلق حقد و کینه میکنیم. و به هر اندازه فضا را باز بگذاریم که هر کس حرف دل خود بگه، و اگر اشتباه میکنه، اگر دیدگاه و نظر اشتباه، او را نقد بکنیم، او را نصیحت بکنیم، او را تفهیم بکنیم که اصل گپ اینه. این میتونه فضا را برای همدلی و مهربانی و محبت ایجاد بکنه. برعکس، اگر سرکوب و فشار و زور و اجبار باشه، میتونه این قضیه را به اصطلاح فضا را خلق بکنه. نکته دیگه، البته در این قضیه هم خب باید تفصیل بیشتر شاید داشته باشه، قضیه که به هر حال یعنی بحث اینه که از خود ضوابط داره دیگه، بحث گفتگو، بحث کسی میه راز نظر میکنه، یک چیزی در میخواد بیان بکنه، با توجه به همون چیزهای اصول اصول و ضوابطی که داره، درست؟ دقیقاً دقیقاً، با اصول حفظ ارزش ها و اصولی که گفتگو داره یا حتی عقیده داره یا رأی داره، بله، فکر داره، حرمت گذاشتن به دیدگاه دیگر را، این بحث بسیار مهمی در گفتگو. نکته دیگه، ترک تکبر و تحقیر. دقیقا. اگر ما خود بزرگ بینی را ترک بکنیم و با غرور وداع بگیم، بله، که غرور میشه گفت پدر کینه، و کینه در دامان یا مادر کینه در دامان غرور و تکبر تولید میشه، این میتونه که به اصطلاح یکی از راه حل ها و معالجه بحث کینه توزی باشه، دیگران را تحقیر نکنیم. این صفت در پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینین، کوچکترین افراد را ارزش میدادن،
شخصیت میدادند. پیامبر صلی الله علیه و آله هیچگاه شخصیت شکنی نمیکردند، دیگران را تحقیر نمیکردند. لا تحقرن من المعروف شیء، کوچکترین و کم ارزشترین چیزی را به اصطلاح از چیزهای خوب پیامبر تشویق میکردند. بله، ان الجبال من الحصى، دقیقاً کوه از سنگریزه ها، سنگرهای کوچک تشکیل میشه. نکته دیگه، محیط سالم تربیتی، خانواده، مکتب، دانشگاه، مسجد، همه این فضا باید فضاهای باشه برای تولید محبت و همدلی و همدیگرپذیری و عطوفت و مهربانی، نه جاهای باشه برای تکبر و خشم و خشونت و اینا که سبب ایجاد کینه میشه، یا فضاهای را برای نفرت پراکنی، برای تولید حقد و کینه و کدورت. ما گاهی اوقات متاسفانه در جامعه خود میبینیم بنابر جهل گسترده‌ای که سالهای سال دامنگیر جامعه ما بوده بنابر عوامل مختلف، گاهی اوقات میبینیم مساجد ما محل تولید کدورت و کینه های یک همسایه از همسایه دیگه، اختلافات ایجاد کردن که خوش، حتی در خانه خدا که همه سر به سجده میگذارن و به نوعی به عبادت یک پروردگار یکتا میپردازن و ای چقدر جای تأسفه. یا محیط های تربیتی خوده هم صنفی ها تا جایی که انس و الفت داشته باشن به هم، میبین نسبت به هم دیگر کینه دارن، دل مکدرن. این بحث در محیط های دانشگاه، در محیط های اداری و این بحث پس خیلی مهمه که ما فضاهای تربیتی و آموزشی ده فضاهای بسازیم بر اساس ارزش هایی که به اصطلاح مهر و محبت و مهربانی را رشد بده، همدیگر پذیری را رشد بده، بله. تحمل و مدار رشد بده و کینه و کدورت از بین ببره. نکته دیگه، میتونه یکی از راه حل ها مطالعه و آگاهی باشه. فردی که بفهمه کینه بده، بله، کینه دیگران را به دل نمیگیره و به زودی دل مکدر نمیشه از دیگران. بله. چرا؟ انسان محرومیه دیگه. شاید از یک کسی بنابر یک عمل کرده خاصش ما یک کینه به دل گرفتیم، از خیلی خوبی هایی که او آدم داره محروم میشیم در حقیقت. نکته ای دیگه، در همین زمینه بعضا اشاره میکنن، میگن فلانی خیلی نازک نارنجیه، خیلی زود میرنجه، حتی ممکنه بعضی وقتا از یک شوخی شما هم برداشت بعدی بکنه. بعد در حالی که شما میخواستیم مثلا روحی از او عوض بکنیم، یک شوخی، یک مزاح با او داشته باشه، میبینیم زود مرنجه و بعد جدی میگیره. خیلی زود، دقیقا قسم افراد داره متاسفانه. نکته بعدی، عفو گذشته، والعافین عن الناس. دقیقا بهترین دارو و درمان کینه و کدورت اینه که ما از دیگران بگذریم. اشتباه کرده، بله، انسان اشتباه میکنه، کار کرده گذشته، به او چیزی که انجام داده گذشته، و ما هرچی کینه او را در دل بپرورانیم، هم خود ما متضرر میشیم و هم نگاه ما نسبت به اون نفر بد شده میره، در حالی که ما حق نداریم نسبت به دیگرا نیت و نگاه بدر داشته باشیم. و نکته آخر، مراجعه به مشاور و روان درمان. افراد کینتوز شاید احساس نکنند که مریضن، اما در حقیقت کینتوزی بزرگترین مرضیه که انسان را تباه میکنه. از کجا بفهمه جناب استاد که ای داره کینه با خود حمل میکنه که بعد به دنبال علاج عزیز باشه یا به روان درمانی داشته باشه، روان پزشک بره؟ ما عواملی ره که ابتدا برشمردیم، اگر کسی احساس میکنه که همه موارد در شخصیت وجود داره، در حقیقت این مرض هم با این عوامل همراهه. اگر غرور داره، اگر پرخاشگره، اگر تحمل و مدارا نسبت به دیگران نمیکنه، بله، اگر زود باوره، دقیقاً، اگر زود رنجه، این عوامل تا اندازه شاید برای شخص پوشیده باشه، عوامل آثار ملموسی هم بر حال وجود داره که نفر ببینه، مثلا آثار فیزیکی یا آثار فیزیولوژی در وجود از اون پدید آماده باشه، بعد بفهمه که با وجود آمدن چنین اثری من در واقع دارم دیگه سمت میرم برای دنبال درمان. خب این بحث میتونه یک بحث تخصصی طبی باشه و کسایی که فیزیولوژی به نوع سالهای سال فیزیولوژی انسان خواندن از اون بود بحث بکنن، اما عواملی ره که ما اکثر عوامل برشمردیم و آثار و نشانهایی که گفتیم، اگر در وجود یک شخص پدیدار میشه و دیده میشه، بیشتری آثار معنویه و حتی بعضی آثار فیزیکیه دیگه. یک نفر زود رنجه،
یک نفر خیلی زود وقت صحبت میکنه احساساتی میشه، به اصطلاح رگای گردنی و بله بله خیزه میبرای بر میخیزه، یا یک نفر تحمل شنیدن دیدگاه دگرار نداره، زود خشمه مثلا، زود خشمه، یا برای دگرا ارزش نمیده، غرور داره، دگرا را تحقیر میکنه. اینا همه میتونه از آثار و علائمی باشه که یک انسان کینتوز با خود داره و حمل میکنه، و خدا متعال همه ما و شما را از شر قضیه آمین. نجات بده و در امان خود داشته باشه. آمین. و این هم اشاره بکنه که شاید هر کسی بله. به سهم خود تعدادی از این عوامل در شخصیت او باشه و خودش متوجه نشه. بله. یک راه حل دیگه میتونه باشه که ما از دگرا کمک بگیریم، از دقیقا. دوستان نزدیکی که داریم، دقیقا. از خانواده ای که داریم، از به اصطلاح همکارانی که با ما در یک محیط کاری کار میکنن، گاهی از اونا بشنویم که آیا تو احساس میکنی که این مرض در وجود ما باشه و آیا تو آثار و علائم بشه تو میبینی در شخص و شخصیت ما، میتونیم که راحت حرف دقیقا. به اصطلاح المؤمن و مرآة المؤمن مثل که یک آینه دقیقا. از دیگرا در مورد خود بشنویم. دقیقا. در آموزه های دینی یک مقوله داریم به نام محاسبه، محاسبه نفس، یا خود در بر حال محاسبه کردن و نقد خودی، نقد خودی، بله، ارزیابی خودی، که احیانا با خود بشینیم خود را ارزیابی کنیم، امروز چیکار کردیم، یا این هفته چی شد، چی گذشت، چی کارهای کردم، چی خوبی های داشتم، نکات قوتی داشتم، چی نکات اصلاحی داشتم، یا در پایان ماه یا حتی در پایان سال. این ارزیابی خودی یا هم نقد خودی یا محاسبه نفس، این هم در علاج کینه‌توزی نقش خواهد داشت. 100%. یعنی به لحاظ معنوی یکی از عوامل خیلی زیادی که به اصطلاح میتونه سبب قضیه بشه خودفراموشیه، بله، یا حالت خود را درک نکردن، حقیقت شخصیت خود را به دست فراموشی سپردن. برعکس، وقتی ما میتونیم مشکل حل بکنیم که به محاسبه خود بپردازیم. بله. حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبه بکنین قبل از اینکه در جایگاه قرار بگیرین که پروردگار متعال شما را مورد محاسبه و نقد قرار میده و اونجا شما شاید هیچ پاسخی نداشته باشین. دقیقا جناب استاد، بحث ارزیابی خودی و نقد خودی یکی از به اصطلاح نکاتی که میتونه به عنوان راه حل مطرح بشه و همی مرض در شخص ما و در شخصیت ما معالجه و درمان بکنه. بله. از خودفراموشی صحبت کردیم، خودفراموشی قصدی آمدانه دیگه، درست؟ خودفراموشی به باور من یعنی حقیقت خود را نشناختن یا حقیقت خود را فراموش کردن. خب. مثلا اگر ما به این باور برسیم که چنان که الله متعال میگه که خلق الانسان ضعیفا، ما بعض ضعف های داریم، پس خیلی زود در مورد دیگرها قضاوت نخواهیم کرد، نمی کنیم. ما اگر بدانیم که غرور و تکبر چیز بدیه، هیچگاه کسی را تحقیر نمی کنیم. بسیار خوب. خودشناسی به این معنا، ای که عرفا میگن که خودشناسی مقدمه خداشناسیه، به همین مفهوم. و شاید بحث مراقبه و محاسبه نفسه که از اصول معرفت و عرفانه، که هم انسان میتونه خود را بشناسه و هم الله متعال را بسیار خوب بشناسه. نقش شعائر دین خدا از جمله جمعه، عیدین، اینا و همچنان رمضان، روزه، اینا چقدر شما بارز میبینیم در علاج کینه‌توزی؟ دقیقا، ما وقتی فلسفه همه عبادات و شعائر و احکام در دین مقدس اسلام مطالعه میکنیم، هیچ هدفی نداره و هیچ فلسفه‌ای نداره جز ایجاد وحدت و همدلی و همدیگرپذیری. و این همدلی و همدیگرپذیری با نماز جماعت، بله، که ما روزانه 5 مرتبه همسایگان و کسانی که در پیرامون ما زندگی میکنن میبینیم، در جمعه، بله، در عیدین، بله، که مراسم جشن و خوشی و سروره و ما میرین به خانه همدیگر احوال میگیریم، بله، از دوستان دور یا نزدیک خود مشکلات به تماس میشیم، بله، دقیقا مشکلات و دغدغه های زندگی را کنار میگذاریم. اینا همه میتونه نقش بسیار کلیدی داشته باشه. اصلا در کل انسان موجود اجتماعیه و این در جامعه بودن بسیار از مشکلات ما را حل میکنه. دقیقا. من امروز یک مقوله جالب خواندم از یکی از دانشمندا، بحث جالب رو مطرح گفته بود، علت بسیاری از گناهان یک انسان
چی گناهان داخلی و درونی و معنوی که خود و خدایش میفهمه بله و چی گناهان ظاهری که حقوق دیگران را ضایع میکنه یا حقوق الله تعالی را ترک میکنه و مرتکب خطای انسانی میشه، همه برمیگرده به بیکاری. انسانی که مشغول باشه، انسانی که با دیگران ارتباط داشته باشه، فرصت انسانی که اجتماعی باشه، اصلا فرصت نداره که در مورد دیگران قضاوت بکنه، در مورد کینه دیگران به دل بگیره. بله. به اصطلاح داره سرگرم کار خوده. دقیقاً با انسان‌های منزوی و انسان‌های گوشه‌گیر، انسان‌های بی‌پلان و بی‌برنامه، انسان‌های بی‌دغدغه که هیچ هدف و فکر و پلان و طرح ندارن، اینا بیشتر میتونن مرتکب به اصطلاح این قضیه بشن و به امراض مثل غرور و تکبر و خودبزرگبینی و اینا آغشته بشن. بسیار خوب جناب استاد، در اخیر اگر کدام فرمایشی داشته باشیم به عنوان پیام اخیر شما میشه. فقط یک نکته ابتدا برای خود و برای همه بینندگان عزیزی که در این لحظه ما رو میبینن توصیه میکنم که ما اگر پایبند اصول و ارزش های اسلام باشیم بله. و این حقایق رو درست درک بکنیم ابتدا بله. و بعد اینها را به صورت دقیقش در زندگی خود عملی بکنیم. بسیاری از این نکاتی که گفتیم بله. ما از اینا مأمون و به اصطلاح مسئول میمانیم، در امان میمانیم، حفاظت میشیم. بله. برعکس اگر اصول و ارزش هایی را که اسلام یا قرآن یا الگوی ما محمد صلی الله علیه و سلم برای ما به عنوان ارزش معرفی کردن، ما هرچی از این ارزش ها فاصله بگیریم بله. و هرچی ترک بکنیم، یعنی در حقیقت من میتونم بگم عنوان برنامه وقت آیین زندگی میگین، این یک ترجمه از دین. بله واقعا دین آیین زندگیه و دین همو برنامه و پلانیه که الله متعال برای حفاظت و حراست انسان از بسیاری از امراض روحانی مثل کینه که ما امروز بحث کردیم و چیز مثل غرور، مثل حسادت، مثل تحقیر دیگران و خود بزرگبینی، اینا رو همه معالجه میکنه. و هرچی ما به اصول و ارزش های اسلام پایبندی بیشتر نشان بدیم، در امان میمانیم از بسیاری از مشکلات و چالش هایی که انسان هایی که ارزش ها را در زندگی خود به اصطلاح رعایت نمی کنن، اونا بسیار درگیر میشن. برعکس انسان مسلمان اگر به همو قواعد و اصول و ارزش هایی که دینش برای او تعریف کرده پایبندی نشان بده، در امان میمانه. جناب دکتر بسیار احمد مبصر، از حضور شما در برنامه سپاسگزارم. سلامت باشین جناب. و همچنان سپاسگزاری داریم از شما بینده های عزیز که تا اخیر ما همراهی نمودین. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه دیگر شما را به عزت تقدیم می‌سپاریم. موفق باشید.